این قضیه باشه، من سور اسرافیل رو دوست دارم و هرگزم ازش نشنیدم، ولی میدونم، یعنی در موردش شنیدم که آدمی است که میهن پرسته، اما دیگران رو میدونم که دنبال همین آقای اهورا رفتن و با نهایت اندوه به دنبال دجال حرکت کردن و این حرکت بسیار زشتی بود. حالا هرچه هست، ما میدونیم که دنبال این قضایای سیاسی از کجاست. روی هم رفته دیده میشه که میگه من کوشش خواهم کرد تا فرشته سروش یا ندای وجدان را در درونم بیدار کنم. به نظر من به جای هر گونه دین و مذهبی که انسان میخواد داشته باشه و بره دنبال این و اون و اون، اگر وجدان داشته باشه همه این قضایا حل میشه، که همون فرشته سروشه. وجدان چیزی که رابطه شما رو اون فرشته سروشه، اگر داشته باشیش، یعنی هر مرام و مسلک و دینی داشته باشی، اون فرشته سروش که وجدانه و صدا آوای وجدانه، شما رو با همه نکویی ها وصل میکنه و خرد شما رو به کار میندازه. اینجاست که میبینید بزرگترین سخن رو در مورد اینکه چه کنم من، زرتشت در گاته ها به شما میگه. من کوشش خواهم کرد تا فرشته سروش یا ندای وجدان را در درونم بیدار کرده، قلبم را از پرتو ایزدی روشن سازم و به این حقیقت آگاهی حاصل کنم که هر کس از گروه نیکان و بدان آنچه را سزاوار است بدو پاداش بخشیده خواهد شد. بله ای مزدا، آنسان که مرد دلیر و توانایی به دوست خود مهربانی کرده او را آرامش می بخشد، به پیروانم شادی فزون اندازه بخش، فزون از اندازه بخش. زرتشت هرگز نمیگه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، هر کس که در راه الله کشته بشه زنده است، یا وقتلو، اینقدر در تازینامه طلق و طلوق هست که انسان سرش گیج میره، قاتلو قتلو، اینو بکش، اونو ببند، با این بگیر. امشب شما این همه من خوندم، من گاهی گیج میشم، باور کنید، گاهی از درون هم خشمگین میشم که چرا باید محکوم باشم برای روشن کردن فرزندان کشورم این همه اراجیب رو به زبان فارسی برگردونم. ببینید این چی میگه؟ ای مزدا، آنسان که مرد دلیر و توانایی به دوست خود مهربانی کرده و او را آرامش میبخشد، به پیروانم شادی فزون از اندازه بخش. هرگز عزا، سینه زنی، غم زنی، این مزخرفات رو زرتشت نمیپذیره. زرتشت میگه جامعه ایرانی باید شاد باشه، شادی فزون از اندازه، یعنی بیش از اندازه، تا میتونی شاد نگه دار جامعه من رو. آن شادی و سروری که در پرتو راستی به دست آید و قدرت شهریاری توست. پروردگارا، من از آیین راستی و همه کسانی که پیام‌آور آسمانی تو را میسرایند پشتیبانی خواهم کرد. ای خداوند جان و خرد، آنگاه تو را پاک و مقدس شناختم که منش پاک به من روی آورد و نور حقیقت و معرفت به قلبم راه یافت. آنگاه دریافتم که اندیشه آرام و ژرف بهترین وسیله کسب دانش و بینش معنوی است. چقدر قشنگه این. بله، بعد میاد بلند تستطیع ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم، حتی اگر کوشیدید نمیتونید میان زنانتون عدالت برقرار کنید. لن تستطیعوا، طبیعیست، فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه. حق ندارید که اینا رو پس همینجوری معلق رو هوا ولشون کنید. و این تصلحوا و تتقو، اگر اصلاح بشین و پرهیز کنید، فا ان الله کان غفورا رحیما، که این قوانین، بیشتر اینها قوانین
مرامنامه یهودیست و اینها از یهودیت گرفته شده، بدون تردید آثارش همش هست. و این یتفرقا، اگر متفرق شدید، حالا جدا شدید یعنی از هم، یغن الله کلن من ساعته، این الله هر کدوم از این طرفین رو غنی میکنه. یغن الله یعنی غنی میکند الله، یغن همون به یه غین نونه که از همون غنی شدن دارا شدن، یغن الله کلن من ساعته، هر کدوم از این بندگانش طرفین رو الله هم غنی میکنه. و کان الله واسعا حکیما، این الله وسعت دهنده و صاحب حکمت، که ما میبینیم که در بسیاری جاها زنه وقتی طلاق میگیره بی سرپرست میشه، واقعا چه مصیبت هایی میکشه، و اون مرد هم همچنین. دوباره رفت سراغ اون ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، این اون جمله‌ای که ما دیشب از گاتهای زرتشت هم براتون گفتیم که هرچی در آسمان و زمین مال اللهه، اینها تمام این فلسفه کون و آسمان و زمین رو، این که هرچی توی آسمان و زمینه به جز اشتباهاتی کرده، چون در گاتها شما اشتباه نمی بینید، اشتباه هم زیاد داره، اینها رو از مرامنامه زرتشت بزرگ از گاتها گرفته. ولقد وسینا للذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم، ما وصیت کردیم، وصینا الذین اوتوا الکتاب، ما اون کسانی رو که بهشون کتاب آمده توصیه کردیم، وصیت کردیم، من قبلکم، اونایی که پیش از شما باشن، و ایاکم، و شما رو، ان اتقوا الله، که بترسید از خدا، و ان تکفروا، و دگراندیش نباشید، کافر نشید، از خدا بترسید و دگراندیش نشید. ببینید خود اتق که دو معنا داره، یکی بپرهیزید و یا بترسید هست، خود این تهدید همیشه شما میبینید که همیشه میگه از خدا بترسید. چرا آدم باید از خدا بترسه؟ مگه این خدا لولو خرخوره است؟ و این تکفرو، و کافر نشوید، دگراندیش نشوید، فإن لله ما في السماوات و ما في الأرض. ببینید در یک مرحله یک بند سه دفعه گفت هر چی تو آسمان و زمین این کرات مال اللهه، در حالی که من دیشب برای شما از گاتا خوندم، گفتم آقا سه بار چهار بار در گاتا اومده کامل و شامل و زیبا اومده، و این آدم از بس میگه دیگه بیمزه شده، از اون گرفته صد هزار دفعه میگه، چرا حالا اینقدر تکرارش میکنه؟ میخواد شما اون یادتون بره، نگین ای بابا این حرفو که اون زده، اینقدر میگه شلوغش داره میکنه، بلایش نیازی نداره. یه دفعه میگه آقا هر چی تو این آسمان ها و زمین و ستارگان مال اللهه، ولی بیش از هزار بار این رو در تازینامه گفته. دوباره میگه در بند بعدیش، بله میگه فإن لله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله غنیا حمیدا، و این الله غنی یعنی ثروتمند و ستایش شدنی است. بلا فاصله دوباره میگه ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، در بند 133 باز میگه، یعنی سه بار شد پشت سر هم، هر چی که در آسمان ها و زمینه مال این الله، و کفا بالله وکیلا، کافی است که این الله وکیل آدم باشه. ببینید چه دلیلی داره که سه دفعه این رو بذاریم به حساب سه تا آیه از طرف خدا. خب اگه آیه بود یه دفعه گفتش دیگه، رب پیکارش ول کنین بشرون، اما میخواد گیج بکنه، میخواد چیزی نداره هی بگه یعنی من گفتم. یه عده‌ای میان میگن آقا این همه گفته، چجوری این همه رو گفته، چی رو این همه گفته؟